به ارتباط بحث را که تمنا مطرح کردن با ایشان موافق هستم. از زرد دید میشه به افغانستان نگاه کرد که افغانستان هم از دید بافت جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی میتونه بخش از یک کلیت منطقی تعریف شود، بخش جدای ناپذیری از یک کلیت منطقی. هم ای منطقه افغانستان بودی منطقه، اگر افغانستان به عنوان یک ساختمان که استوار بر 4 ستون در نظر گرفته شود، ستون داخلش اگر اتحاد اقوام، اتحاد ملی باشه، 3 ستون اصلی از این در واقع 3 بودی منطقویت افغانستان است. اگر مثلا شما غرب افغانستان رو در نظر بگیرین، بخشی از یک کلیت جغرافیایی و فرهنگی و زبانی و فرهنگی با ایران و بخصوص شهرهای مرزی ایران است. و می گونه اگر شما شرق و جنوب افغانستان رو در نظر بگیریم به عنوان یک کلیت فرهنگی و جغرافیایی و اتنیکی و انسانی، در واقع بخشی هست از یک کلیت هست که با پاکستان یا شهرهای مرزی پاکستان. به این گونه شمال افغانستان یک کلیت فرهنگی و جغرافیایی و انسانی با کشورهای آسیای میانه هست. اینا در واقع بودی منطقویت افغانستان را تقویت میکنن، ولی به دلیل از اینکه متاسفانه اندیشه همگیرایی منطقه در افغانستان وجود نداره و چیزی که در 20 سال گذشته شکل گرفته به نام اجماع منطقوی، اتصال منطقوی یا همکاری منطقوی یا پروژه های منطقوی که در افغانستان مطرح شده، اینا هیچ کدام همگیرای منطقی نیست. این در واقع ما در افغانستان چیزی به نام اندیشه همگیرای منطقی نداریم و به این خاطر است که اصلا دیدگاه تا هنوز در افغانستان نتانسته خلق شود، که وقتی یک دیدگاه اصلا وجود نداره، خلق نشیده، خب طبیعیه که انگیزه برای رفتن به ایس وجود نداره. اول باید این دیدگاه خلق شده در افغانستان. در سطح حتی منطقی رم که اگر اجازه باشه که صحبتم تو طولانی نشه. آقای دکتر خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، چون با توجه به این که زبانمون زمان خیلی کم است، اگر لطفا یکم کوتاه‌تر مدت خلاصه تر مدت بچشم در خب حتی به سطح اگر منطقه‌ای را ما در نظر بگیریم، ما نظمهایی که در منطقه ما ایجاد شده، این نظمها نظمهای بومی نیستند، اکثر نظمهایی هستند که توسط قدرت‌های بزرگ ایجاد شده یا پروژه هایی است که توسط قدرت‌های بزرگ ایجاد شده. اینا نظمهای بومی نیستند. ها نظم بومی از دید ما نظمی به نام سازمان ایکو هست که در واقع پس از فروش پاشی اتحاد شوروی نظم یا سازمان به نام سازمان ایکو شکل گرفت، ولی به دلیل از اینکه دولت های منطقه دنبال نظم های غیر بومی و به نظم های ساخت قدرت بزرگ هست، این نظم این سازمان در واقع جان نگرفت و به خصوص که آگاهی توده‌ای و مردمی هم وجود ندارد در پیوند به اهمیت این سازمان که به یک جنبش منطقوی تبدیل میشه، در واقع یک جنبش منطقوی از شکلگیری و یا از تقویت و تبدیل شدن این سازمان به یک اتحادیه منطقوی حمایت میگرد. بنان هم در سطح منطقوی ما در واقع اندیشه بومی همگیرای منطقوی را کمتر داریم و ما دنبالاره نظمهایی هستیم که در آسیا توسط قدرت‌های بزرگ شکل گرفته در حاشیه ما. و هم در سطح افغانستان ما در واقع اندیشه همگیرای منطقوی را از بنیاد نداریم، اصلا این بحث مطرح نشده تا هنوز. ما چون میخواستم شنونده باشم از سابق صحبت های خانم دکتر کولایی را از طریق کتابایشان دنبال کردیم و خیلی خوشحال هستم و که در این بحث تشریف دارن و جناب دکتر تمنا که دوست بسیار خوبی ماست و دانشگاه ایشان، دانشگاه افغانستان در واقع خواستگاهی یک از خواستگاه های بحث است و خودشان هم در این زمینه کار بیشتر از
بیشترین کار انجام دادن در عرصه همگرای منطقه و همکاری منطقه. اون دیگه به هر حال من پرسشم ایست که اگر ایره به عنوان یک نقطه قوت افغانستان در نظر گرفته شود، بودی منطقویت افغانستان خدمت شما بیشتر اشاره کردم، چرا مثلا ابعاد نتونه ما را به طرف همگیری منطقی ببره؟ بودی منطقویت افغانستان که ما در واقع بخشی هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ جغرافیایی و اتنیکی بخشی از یک کلیت منطقوی است و ما میتونیم با استفاده از این بستر که وجود داره و نیازهای امنیتی و اقتصادی که داریم بریم به طرف همگیری منطقه‌ای با کشورهای همسایه. آقای دکتر خیلی ممنون. سوال مطرح شد یا نه؟ به هر حال بس طبیعی سوال بود، ولی آقای دکتر تمنا گرفت سوال بود. باز بود. من یه سوال دیگه هم، یه پرسش دیگه هم از دوستان میگیرم و بعد میریم از اساتید. انشاءالله عذرخواهی میکنم از اساتید گرامی اگر 5 دقیقه برنامه در واقع اضافه میشود. من خیلی